سلام، حالتون مساعده یا نه؟ یکی از بازی‌های نوستالژی و کمرشکن دنیای گیم، جنگ‌های صلیبی یا همون استرانگ هولد، همونی که میگفت چوب و سنگ مورد نیاز است. مردم در حال ترک قلعه هستن و از این داستانا. زمان ما یه انقدر چمن میداد بهمون، میگفت با همین شروع کنید برید امپراتوری بزنید زمین. خود من با ترینر و چیت و اینجور داستانا یه خورده میرفتم جلو. اما یک سری ترفند داره که اگه از اون استفاده بکنید دیگه پاره پوره نمیشید، به راحتی و با سرعت میتونید مراحلش رو رد بکنید. بریم ببینیم این جذابای باحال چیا هستن. خب سری بریم سراغ ترفندا تا سم خونتون نیفتاده. یک، شاه غیب. برای این کار اول باید یه دروازه رو قرار بدین، بعدش جلوی درش دیوار بکشین جوری که کاملا بهش نچسبه. بعد شاهتون رو از اون سمت خالی گیت بفرستین داخل گیت جوری که بین دیوار و در قرار بگیره. بعدش هم گیت هم دیوار رو پاک کنید، شاهتون میشه شاغیب. واسه لو نرفتن جای شاهتونم میتونید از این طلای چوبی بسازید تا حریف نتونه تشخیص بده که ایشون کجا هستن. دیگه شاه رو از این به بعد اگه خواستیم بیرون کنید اینجوری باید بیرون کنی. شماره 2، کارگر نمیخوای. یه راهی هست که بتونید تعداد کارگرها رو توی یه ساختمون چند برابر کنید تا کارگرهای بدبختتون مجبور نباشن واسه 4 دونه سیب خودشونو جر بدن. مثلا میتونید به جای اینکه یه کار کنید روی مزرعه سیب یه کارگر کار کنه، یه کار کنید 10 نفر روش کار کنن و اینجوری هم محصولتون زیادتر میشه، هم زودتر به غذا میرسید. برای این کار اول هر سازه‌ای که میخواین کارگرهاش زیاد بشن رو درست کنید، بعد با زدن دکمه پی بازی رو پاس کنید، بعد رو ساختمونتون بزنید و کارشون رو متوقف کنید، بعد دوباره فعالشون کنید، بازی رو از حالت پاس خارج کنید و بعدش به طرز عجیبی میبینید هر بار که این کارو میکنید یه کارگر به اون سازه اضافه میشه. دیگه کندکاری، لحاف دوزی، کشیدن آب از حوض، ساختمونکاری، نازوکاری، رنگ‌آمیزی، هر چی که بخواین چند برابر کارگر میاد روش کار کنه. میبینی چه ترفندای باحالی داره؟ لایک رو بزن، بریم واسه ادامش. شماره 3، بستن سولاخ قلعه حریف. برای بستن راه قلعه حریفتون باید 2 تا گاو شیرده، که نه، 2 تا گاو باربر رو جلوی در قلعه طرف بذارین که اگه تنها راه خروجی قلعهش باشه همه سازه‌هایی که خارج از قلعه هستن از بین میرن. ولی خب به این نکته توجه داشته باشید که میتونه با یه سیخ گاوتون رو بکشه و از قلعه بیاد بیرون، پس این یه روش موقتیه. شماره 4، همیشه دفاع بهتر از حمله است. اول یه لایه دیوار بکشین، بعد دو سر دیوار به شکل تی دیوار بکشین و بعد بقیه دیوارا رو تکمیل کنید. فقط یادتون باشه وسطش یه قسمت پله بذارین که بندگان خدا بتونن برن بالا پایین. با این روش اسیدی با کمترین تعداد کماندار میتونید بیشترین نتیجه رو بگیرید. البته اگه رقیبتون هم این ویدیو رو دیده بود و خواستید بهش نشون بدید که کی رئیسه، برای مقابله با این روش اگه از کراس بومن استفاده کنید میتونید حمله رو ببرید و دهن حریفتون رو دوبانداز فارد کنید. شماره 5، محافظت از جون شاه به 2 روش سامورایی. با کندن چاه و خندق دور شاه خودتون میتونید از جونش محافظت کنید که اگه یهویی دشمنتون خواست حمله بکنه نتونه بیاد به شاهتون آسیب بزنه. یا میتونید دور شاهتون انبار بذارید که اگه دشمن خواست حمله بکنه نتونه ازش رد بشه. با این روش یه کوچولو زمان میخرید که اگه چیزی رو قهوه‌ای کرده باشید، یعنی بازیتونو جمع و جور کنید موضوع رو. جنگ‌های صلیبی خیلی طرفدار داره. الان خیلی‌ها دارن آنلاین بازی می‌کنن، حالشو می‌برن. ویدیوی آنلاین بازی کردنش هم قبلا گذاشتیم، میتونید برید ببینید. لایک، کامنت، ساب و زنگوله فراموشت نشه تا ترفندهای باحال از گیم‌های نوستالژی دیگر. خدا نگهدارت.